بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم من الان الى قیام یوم الدین. با عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، یک شب دیگه با برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما هستیم و از کربلای معلا پیام آور کلام اهل بیت عصمت و طهارت، بالاخص در این ایام در باب ولایت. همچون شبهای گذشته، امشب هم میزبان کارشناس عزیز و ارجمندی هستیم که بیانات ایشون و کلام ایشون در باب ولایت در این شبها آرامش بخش دلهای مؤمنین بوده و انشالله امشب هم در خدمت ایشون خواهیم بود. اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن احمدی کاشانی عرض ادب و سلام داشته باشم و انشاءالله به همراه ایشون برنامه امشب را هم تقدیم حضور شما خوبان کنیم. حاجی کاشانی سلام، بنده را پذیرا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المیامین المکرمین لا سیما مولانا سیدنا و ولی امرنا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین و تراب مقدم الفدا. عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، با عرض ادب به ساحت مقدس ولی نعمت ما در این شبهایی که واقعا شبهای پر برکت در ارتباط به ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، عرائض خودمون رو انشاءالله عرضه میده. انشاءالله پس بلند شیم و عرض ادب بکنیم. یا الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أحسنت. همچون شبهای گذشته، انشاءالله به لطف خدای عزوجل و با عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، بالاخص آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بحث امشب هم اختصاص خواهد داشت به ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، ولایت 14 نور پاکی که خدا برتر از آنها در کائنات خلق نکرد. انشاءالله امشب هم پای صحبت‌های حاجی کاشانی بنشینیم و از این منبع و معدن صافی و ارزشمند کلام اهل بیت عصمت و طهارت بهره بجوییم. حاجی کاشانی در خدمتتون هستیم. انشاءالله عرض بکنم مناسبت تامی که کل ماه با ولایت داره. بله. ما اوائل ماه خدمت بینندگان نبودیم که هر شبش رو بگیم اعمالی که ذی‌حجه داره ارتباط به ولایت داره.
اواخر ماهش هم همینه، یعنی گویای ولایت با یه زبان دیگه و اون زبان اینه که در شب 24م 25م اونچه که محور سخنه، یکی این که مسئله نزول حدیث کسا وارد شده، جبرئیل فرود آمده با تشریفات خاص که این مسئله ولایت رو به نحو عملی، به نحو خیلی آشکارا در مجرای عملی نشان بده. و از سوی هم شبیه که خاتم انبیا دستور دادن، فرمودن که در خانه همه اینایی که در خونه هاشون به مسجد باز بود درها بسته بشه. خب مناسبت تام داره، مناسبت تامش با این صورت ما باید عرض بکنیم. یه وقت مسئله یه ولایت رو قرآن و فرمایشات معصومین تئوریوار به عنوان کلاس بحث و درس تو کتاب‌های آسمانی آمده و پیامبران بیان کردن، خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه اجمعین هم آمدند و در کلماتشون بیاناتشون بیان فرمودند قرآن و روایات معصومین. اما یه وقت نه، این باید یه جوری به قول خودمون کاربردی عمل بشه. کاربردش اینه قدیر رو بپا کنه، کاربردش اینه باید جمع کنه 120,000 نفر، رفته ها برگردن، اونایی که نیومدن برسن، سه روز توقف کنه تو اون هوای گرمی که لباس ها رو زیر تن میذاشتن نسوزه پاهاشون، با اون ویژگی خاص بیان کنه. این قدیر رو اینجوری بیان کرد. ادامه داره این قصه. قصه اینجوری نیستش که تمام شد و دفترش جمع شد، نه، باید با نحوه های دیگه هم اینو برسونه. چجوری برسونه؟ اظهار میخواد بکنه. ما از سه جهت امشب اینو وارد میشیم، سه جهت رو انشالله بیانشو واضح با کلامات خود دشمنان اهل بیت بیان کنه. یکی از جهت در، یکی از جهت خانه، یکی از جهت اهل خانه. و این سه جهت خیلی مهمه، چون آخه این جریان رو تو خونه، تو همین خونه ای که و اوم ابیدهی الى بیت علی و فاطمه صلوات الله و سلام علیه، یعنی باید اصلا نشون بده بابا ببینید من چی دارم میگم، قرآن چی میگه، من پیغمبر چی میگم. منظور این خونه است، منظور در این خونه، در این خونه آقا درها رو ببندید، در این خونه، تو خونه، این خونه از دورم نشون میده. بله. بعدم اهل این خونه، یه ویژگی خاصی برای اهل این خونه باید نشون بده، که یعنی هر ستاش مال این شواست، که یعنی خاتم انبیا این ولایتی رو که اونجوری بیان کرده بود و اینا اومدن حقه کردن، شیطون اونجا ناله کشید، بعد مردش جمع شدن، گفتن بابا ناراحت نباش، اینایی که با هم نشستن دارن نشون میدن پیغمبر رو، میگن ببین چشماش مثل دیوانه نستجیر و بالله تو حدقه داره میگرده، چون منافقین رو پیغمبر میدید. بله. و در اون صحنه داره اینو انجام میده، کاری کردن که قرآن میگه این دوتا صدقه به گفتار شیطون رو تصدیقش دادن، براش قبولوندن بهش که نه بابا، اونا هم گفتن خاطر جمع باشه، اینا وفا میکنن به این معاهده و قصد کشتن پیغمبر و کشتن امیرالمومنین حضرت زهرا تو سقیفه که نه بعدا نوشتن، قبلش هم نوشته بودن، در مکه نوشتند و اونجا مخفی کردند و عرض میکنم سالم هم که سالمش گفتن امینش رو مردند و دست او سپردن. قرار از این سه جهت باید مورد توجه قرار بگیرد. یک، در. قانون اولیه اوغلایی همه اوغلای آدم اینه که آقا از در تو خونه میرم. بله. ایشکی پشت بون تو خونه نمیره، اگه رفت میگم دزده. بله. دزده که از پشت بون تو خونه میره، انسان عاقل از در وارد خونه میشه. خدا تو قرآن میفرماد لیس البر به ان تعتوا البیوت من ظهورها، یه امر عقلی رو خدا مهرش زد.
لکن البر من اتقلا وقت البیوت من ابوابه، در برید تو خونه بابا من، ابوابه ها برید تو خونه، در وارد خونه بشید. خب پیغمبر در خونه همه رو بست، گفت نه، در خونه تو نه، در خونه تو نه، هاذه سبیلی لا تتبع السبل. چی میشه اگه دنبال سبیلای دیگه، سبل دیگه رفتی چی میشه؟ گمراه میشی، گمراه میشی، راههای منحرفمون. این سبلم که میگیم، این درم که ما میگیم، یه وقت این در، در ظاهری مورد کلامه با. که خب این بیانش اینه، چنانچه در بیت هم همین رو عرض میکنیم. اما یه وقت این نه نه، دریه که خدای در رو وا کرده، میگه اگه میخوای بری باید خلال پیغمبر فرمون انا مدینه تول این و علیون بابا، علیون انا مدینه تول حکمه و علیون بابا، چای دیگه نیست. علم میخوای، حکمت میخوای، بعد از راه علی وارد، ولایت میخوای، آقایی میخوای، بندگی میخوای، در این دره. پیغمبرم حسب ظاهر داره اینو میخواد بیان کنه. رضا فرمودن ما باب اللهیم ول باب المبتلا به الناس، من اتاکم نجا من لم یأتکم هلک. بابا در ناودونش فقط میخواست بذاره بودن، ناودونم کم با التماس عباس آمد خدمت پیغمبر، اجازه نداد، با او دومی اجازه نداد، به هیچ کسی باز بکنید، روزنه باز بکنید، روزنه هم نزاش باز کنم. گو آقا در فقط این دره، در خواه. چرا؟ چون اونا اجنبی هم. اجنبی یعنی چی؟ نامحرم. توی یه قضایای مفصلی هست، من جمله از این قضایا اینه که زمان امام صادق علیه السلام بود، ابوبصیر جنوب اومد در خونه امام صادق، حضرت تا در رو بریش وا کردید ابوبصیر، گفت ابوبصیر خجالت نکشیدی؟ برو غسل کن، برو غسل کن بیا. اجنبی جنوب نباید توی این خونه بیاد. چرا در خانه امیرالمومنین باز باشه، در خونه اونا بسته بشه؟ ظاهرا پیغمبر فرمود برای اینه که شماها تو اینجا جنابت ناخودآگاه دارید، نمیتونید وارد بشید. امیرالمومنین اگه اینجا بخوابه جنابت ناخودآگاه نداره، خودآگاه جنابتش، لذا علی میتونه وارد بشه. و این ظاهره هم حسب ظاهره هم، و الا اون قصه ای که خدا میخواد بگه، پیغمبر میخواد بگه، میگه درهای دیگه بسته بشه، این باب علم منه، باب حکمت منه، باب کمالات منه، باب ولایت منه، ولایت او ولایت منه، ولایت من ولایت خداست، باب مودت منه، من یک طرف حسنتن نزد دوفی آستان. بابا هر چی میخوای اینجاست، پیغمبر میخواد اینجوری. ببین اون یهودی تو مدینه وقتی امام حسین علیه السلام گم شد و امام حسن مال سبته نقل کرده، دیگر دنبالش امام حسن را افتاد پیدا کنه، نوشتن صدیقه طاهره یه صبح تا شب 70 باره اومد تو مسجد، هی دنبال حسینش. 2 ساله بود امام حسین، حسب ظاهر برای اینکه اینو به ما برسونن که یهودی چیکار میکنه. را افتاد امام مجتبی تو کوچه های شروع کرد از فضل امام حسین گفتن، در سن 2 سال 6 ماهگی فرمود پسرم حسنم پاشو دنبال داداشت برو پیداش کن، نزدیک رگ قلب من پاره بشه، فدای فاطمه زهرا. آمد تا خلاصه رسید در خونه اون یهودیه و شروع کرد مدح و ثنای حسین علیه السلام و گفتن یهودیه دیدین نازدانه بچه کوچیک داره اینجور با فصاحت و بلاغت فضل امام حسین علیه السلام میگه. خلاصه دنبالش را افتاد، دست امام حسین رو گرفت، مخفیش کرده بود خاطر اینکه یهودی بود. پیغمبر و امیرالمومنین رفته بودن به جنگ نبودن. آمد تا در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، شروع کرد عتب بوسی در خانه صدیقه طاهره با اون لحنش که من غلامش، مسلمان شد. خلاصه با لحن کلام امام مجتبی مسلمان شد و خانوادهش همه مسلمان شدن. شروع کرد حرفم اینه، در رو بوسیدن. این در چه دریه که یهودی، در چه دریه که جبرئیل میخواد وارد بشه، عزرائیل میخواد وارد بشه، در قلباب میکنه، جبرئیل میخواد وارد بشه باید اذن بگیره. ببین شما راجع به
موسی کلیم اونجا میگه فخر علیه که نکب الواد المقدس تو با امام زین العابدین فرمود اون بیت مقدس اون محاریب انبیاست، محاریب انبیاست میرفتن که اون مدرجه به اون گاله عرض میکنم بیت مقدس خانه های ماست، اینجا بیت مقدس از همه بل باب المبتلا به الناس من اتاکم نجا ازا فرمودن باب الله ما این. ما اون دری هستیم که هر کی میخواد وارد بشه از در خونه ما باید وارد بشه. این باب، این بابه، بابیه که آیه باید برش نازل بشه برای در خانهش، در خانهش باید اذن بگیرن وارد بشن، بشکنه دست اون کسانی که هجمه کردند و در این خانه رو آتش زدند و قلب خاتم انبیا رو جریحه دار کردند، که انشالله میاد صاحب این خانه میاد و انتقام رو خواهد گرفت. این راجع به خود در. من بخوام باب حکمت و باب کمالات و باب ولایت و امثال اینها رو بگم اونقدر زیاده، فقط این کلمه رو بگم که نه یعنی باب باب ولایت نیست. یه بابی بود در میان بنی اسرائیل بشکنم باب الحته، باب الحته یعنی باب بخشش گناه، حتی ونوب. یه دری در زورخونه ها رو امروز از اون در گرفتن، یه در کوچولوی کوتاهی بود که این یارو ورزشکار قدرتمنده کشتیگیره موقعی که دولا میشه دینجا میخواد اول کوچکی کنه وارد بشه، کوچولو میگیرن با اینکه اینا ورزشکار و هیکلی ولی دولا شراد برداخل. در شهر اریها که میخواستن وارد بشن در میان بیابان تیه که بود بنی اسرائیل سرگردون بودن، بله خیلی طول کشید سرگردانیشون، از قضا از آسمان میمد ناراحت شدن و بهانه های بنی اسرائیلی یه دری رو اونجا برای شهر اریها درست کردن باب الحته شد. اکثر امیرالمومنین رو زدن بالا، بالای این در صورت پیغمبر و امیرالمومنین زدن به بنی اسرائیل گفتن اگه خواستی وارد این در بشی اینجا بری تو شهر اریها باید خم بشی، تعظیم به این صورت ها کنی وارد بشی. همون تعظیمی رو که در بیت معمور به ملائکه آسمونا اونجا خدا صورت امیرالمومنین و پیغمبر رو قرار داده و به ملائکه میگه اگه حاجتتون میخواد برآورده بشه، میخواد عرض میکنم قضا حاجت شما بشه، استجابت دعای شما بشه، اینجا باید استلام کنید به ساجی ها که سنگ عجب و اسود رو استلام میکنن که حالا عرض میکنیم اونم ولایته، از این در وارد بشیم. فرصت مجال نید روایت رو ببینید از این فرماد، بله پیغمبر به امیر مؤمنان فرمود علی جان مثل و کفی امتی مثل و باب حته، مثل تو تو این اومد مثل همون باب حته ایه که برای بنی اسرائیل بود نسبت به صورت امیرالمؤمنین تعظیم بکنن وارد بشن. بعد فهمودن من دخل فی ولایتک فقط دخل الباب، اینجا تصویری نداره براش الا سنگ حجر الاسفل که الان عرض میکنم، اون خودش معیار برای اینه که اهل ولا رو بخوای بشناسی. اهل ولایت اینجا پیداست که کنار حجر الاسفل چه عملی رو انجام میده و اصلا اساسا چی هست تا معنای این باب رو در اینجا بیابه. بنابراین یه آیه ای هم هست راجع به قیامت که قیامت هم همینجوره و این هم خیلی قابل توجه بینندگان عزیز، اهل تحقیق و اهل فن مراجعه کنن به این آیه شریفه. خدا اونجا میفرماد فزوره و بینهم بسور له باب، بین بهشت و یا جهنمی ها یه دیواری کشیده میشه که لهو باب، ظاهره من قبل هل عذاب باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل هل عذاب. خیلی جالبه، باطنش داخلش فیه رحمه بهشتیان، این در وجود نازنین پیغمبر و امیر مؤمنان ایستادن، اونایی که جهنمی هم باید برن اون ور باب، ظاهر هم این قبل هل عذاب، اونا اونجا میریزن داخل جهنم. بنابراین این باب اون بابیه که باب ولایت، کمالات، علم،
پشتمون نباید بری. اشاره به اونا میکنه آقا میخوای بری باید در وارد بشی، درش وجود نازنین امیرالمومنین و ولایتش. لذا اون جوونی که میخواست بره خونه امام صادق علیه السلام نرفت، سه بار تو بازار آمد تا بره خونه ابو حنیفه برای پول گرفتن سر درس. اونجا داره که وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن که فلانی اگه مادرت رفته بود تو هم رفته بودی. سه بار باباش نبود، رفته بود مسافرت، این ننهه دلباخته یکی شد و خواست بره دنبال کار بعد، نرفت. حضرت که اگه مادرت رفته بود تو هم رفته بودی، یعنی نشانه پاکیزگی در وجود تو هست. این علامت اینه که در خونه امام صادق علیه السلام رو هر کسی نمیتونه. حالا این مسئله باب و اما مسئله بیت. قرآن فرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و سبح فیها بالآثار سبح فیها بالغدو و بالآثار رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. عنوان بیت میکنه این در خانه امیرالمومنین، این وصفش. و اما بیت، راجع بیت نمیگه یه بیت، میگه بیوت. چرا میگه بیوت؟ اون بیوتی که خدا اذن تکوینی داده که به بزرگی یاد بشه بره والا. گستره بزرگی این خانه ها از کنار عرش شروع میشه، بعد میاد بیت معمور، جای جای آفرینش نشانگر داره، نشونه داره، تا میاد کعبه، تا میاد خانه های معصومین، تا میاد الان قبور ائمه معصوم، وجود نازنین امام حسن. چجور؟ این آقا آیات روایات اونقدر زیاده که اگه بخواه اصلاش که خودش جلسه مفصل راجع به کنار عرش میفرماد خدای عز و جل جایگاهی رو قرار داد، جعل لنا مقاعد فی ملکوت سلطانه. ملکوت رو غیر ملکه، کذال کنور یا ابراهیم ملکوت از سماوات. کجا رو میدید؟ بالای عرش رو میدید، تا آقواز میخوابید تا اونجا رو میدید. چی رو میدید؟ مقام امام حسین و امیرالمومنین رو میدید. همه انبیا اینجوری هست. فی بیوتن، یکی از اون بیوت کنار عرش. خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن. اونجا هم بیوت داره. یک جای پاکیزهی که خدای عز و جل برای اونها قرار داد که ملائک تسبیح و تقدیس و تحلیل و تمجید و خدا رو از اونها یاد گرفتن، اونا به نورانیت انوار سب گردا گرده اش دهرد داهرین مشغول تسبیح و تقدیس و تحلیل و تمجید خدا بودن، تا از زیادی انوار اونها 124 هزار نور تراوش کرد، شد 124 هزار پیغمبر، فهمود گردا گرد عرش ما مشغول ذکر خدا بودیم. رضا از پیغمبر پرسیدن قضای صدیقه طاهره اونجا بود، فهمود تعامها، تسبیح، تقدیس، تحلیل. مسئله خیلی مهمه. یه بیت ما سربسته میگذریم از اینا، هر کدوم اینا نیاز به بیانات داره که هویت خاندان عصمت و طهارت رو و جایگاه ولاییشون رو نشون بده که همه در برابر اون عظمت کرنش کردن. یکیش بیت معموره به هزای کعبه با ارکانش قشنگ، که اگه سنگی رو بندازی حضرت محمد بیفته رو بیت معمور، اما با اون عظمت که فرمود عرش در میان اونجا چرا آفریده شد؟ برای زینت کرد خدا آسمان هفتم به عرش. چرا؟ عرشی که فوق اعلی علیینه. چرا؟ برای اینه که اونجا ملائکه زودتر ولایت امیرالمومنین رو پذیرن. زین لهم العرش. تو بیت معمور هم همینجور بود، ملائکه زودتر پذیرفتن، خدا برایشون بیت معمور قرار داد. بگو کجا کجا کجا؟ اینا فرمایشات ائمه معصوم. تا افتاد به کعبه. کعبه چرا بنا شد؟ آدم تو بهش سر چی قبطه خورد؟ چی شد که بیرونش کردن؟ کذالک کذالک کنیز فهمون لقد اهد نایلا آدم فنسی علم نجده و از ما. ظاهرش درخت گندم و جو بود، بیرونش کردم، برو بیرون، تو قبطه خوردی بر مقام ولایت امیرالمومنین، برو. با عزم و جزم لذا نپذیرفت.
چیکارش کردن؟ انداختنش تو بیابان هند. آدم تو بهشت هفت شد اونجا گرده. چی میگش؟ میثاق. میثاق چی بود؟ میثاق یه ملکی بود، اولین ملکی که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته بود تو بهشت او بود. وقتی آدم خطا کرد بهش گفتن ملک تو این عهد و پیمان رو ببلش، بلعید. وقتی عهد و پیمان رو بلعید، آدم رو که بیرونش کردن، خدای عزوجل اون ملک رو به صورت یک جوهر درخشان انداخت وسط بیابان رو زمین. آدم بعد از 40 روز که سر جاش نشست و عرصه کرد و الحمدلله و چه، از دور دید یک چیز عظیمی داره میدرخشه. گفت پاشم برم اینم چیه؟ و بلند شد دید یه مردی هم کنارشه. خدا فتمثل جبرئیل برای آدم، فتمثل بشر انسویه نداره، جبرئیل میتونه دیگه، ظاهر شد. پاشو بریم. اومدن سراغ این، دیدن عجب در درخشانیه. جبرئیل گفت من کمکت میکنم رو بردنیم. چی حقیقتش؟ همون میثاق ولایته، همون ملکه است. اون ملکه شده این میثاق، عهد و پیمان. اینو باید بیارنش کجا؟ جای کعبه بذاردش آدم همینجا و به آدم دستور بدن آدم هفت شد دور این بگرد. چرا هفت شد؟ هفت حجاب آسمان رو باید پاره کنی، مثل تربتی که میفهمد سجده بر تربت سید شهدا، هفت حجاب آسمان رو پاره میکنه. چون بدن سید شهدا از اون خمیره ایه که این خمیره مال پنج جای بهشته، از پنج جای بهشت خمیره اومده اینجا. از اون رفعت به تربت هر نورانی فردای قیامت. چنین حقیقتی اینجاست. هفت شد دور این کعبه بگرد، برای اینکه حواس جمع باشه آدم بدونه این میثاق مال بهشت فردوسه. اون ملک تو بهشت فردوس بود. اینا رو من از خودم نمیوافم بگم، اینا فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام. بینندگان عزیز، برای اینکه میگن دشمنان ما حج ندارن، درسته؟ این که فرمودن شرط قبولی حج لقاء الامام، بریم اونجا امامت رو ببینی، درسته؟ حج نداره دیگه، چون اصل حج به امامت و ولایت، چون اصل حج خود ولایته. تو اینو قبول نداری، لذا اون دومی میومد میگه انده که اجر الله تنفع ولا تزور. الله باش. حضرت امیرالمومنین گاهی رد میشد میگه فلانی نه بابا، این تنفع فردای قیامت که میشه این زبون وا میکنه، شهادت میده، تشهد له بالموافات، شهادت میده بابا این اومد، این شیعه است، این دوست امیرالمومنینه، این حج ای به جا آورده، حج ای مقبولونه، حج نداره اصلا، همونجور که نماز نداره. والله اگه از الان تا روز قیامت حج به جا بیاره، حج نداره، چون حجش باید مکملش، تمامش، حقیقتش خود وجود نازنین امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین. حاجی که این حج نداره، حج نداره. رضا حضرت اون شخص آمد گفت راجع به بیت المقدس، آقا من یه نفر میشتم، هم از هند اومد گفت به امام سجاد علیه السلام، گفت هم تو مدینه که آقا یه شبه میره بیت المقدس رو بر میگرده. توی نقل داره حضرت فرمودن من یکی رو میشناسم که یه شبه میره 14,000 عالم رو سیر میکنه، یا 14 عالم رو سیر میکنه، ولم یتحرک فی المکانه. اشاره کردم به خودشون که یعنی از جاش هم پا نشده، اما سیر در همه جا داره، چون شاهد و گواه بر همه عوالم باید بشه، نه امام نیستش که حجت بر همه عوالمه. بعد تو اون روایتی گفت، میگه گفتم بیت المقدس رو میره، از حضرت فرمود اون بیت محاریب انبیاست، مهرابایی که انبیا رفتن اونجا نماز خوندن و مدفون شدن. فرمودن بیت مقدس بیت خانه های ماست، در این خونه باید بیایی. این خانه رو اجازه میگیره عزرائیل، جبرئیل میخواد وارد بشه. حالا عرض میکنم کجا وارد شده؟ صورت قصه اینا همه مقدم است توی شبا، برای اینکه اون ولایت رو اینجا مجسمش رو، کاربردیش رو برای ما بیان کنه. ببینید، ببینید کاربردیش اینه، این حقیقت رو ما میخوایم نشونتون بدیم. اما متاسفانه باید آیه تطهیر تازه نازل بشه. بله. انما یرید الله یصحب عنکم الرجس اهل البیت، اهل این خونه رو من میخوام بگم بطهرکم تطهیر. با 18 تا تاکید و تاکید شیعه و سنی دوست و دشمن بیاد اقرار کنه این مال این اهل بیته بابا. و اوم به ید ای پیغمبر با... گفتن آقا این بیوت انبیاست، فرمود نه،
اون بویست بیت و فاطمه و علی، بیت و علی و فاطمه تاثیری کرد. 6 ماه داره، 9 ماه داره، هر وقت بیرون میره پیغمبر برمیگشت دم در این خونه که میرسید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد انما یرید الله لیذهبن، همه میدیدن پیغمبر داره عملا نشون میده بابا بیتی که دارم میگم این بیته، کجا دارید میرید؟ این بیت علم، بیت کمالات، این ظاهرش اینه. اون که بیت حکمته، بیت علمه، اون که بیت ولایته، بیت قدرت خداست، مظهر همه کمالات خداست که خدا اینجوری خواسته. فرمود والباب المبتلا به الناس، از در این خونه باید تو این خونه احترام کنید. تعتع کل شریف لشرفکم، بخع کل متکبر لفضلکم، ذل کل شیء لکم، اشرقت الارض بنورکم، فاز الفائزون به ولایتکم، بکم یسلکو الی الرزوان و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن. بابا اینجا باید بیاد این موالات به موالاتکم، علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، این محبت و این ولایت اما خواستن که بیایی در اینجا کوچکی کنی، کرنش کنی پادشاهان و سلاطین. بابا سلیمان پیغمبر کی بود؟ حشمتش کجا رسید؟ یه انگشتری که نام امیرالمومنین روش بود، اون رو کاری کرده بود که همه در اختیارش بودن و تابعش بودن، اطاعت ازش میکردن. انبیا همه به خاطر کوچکیشون، ولکل شیء لکم، این ذلت چه ذلتیه که با اینکه همه معصومین ما رو از ظلم بیرون آوردن، ما رو از ذلت جهل و گمراهی و خطا و نادانی بیرون آوردن، به خاطر همین ما باید براشون ذلت داشته باشیم. ذلت در مقابل علم، ذلت در برابر کمال، ذلت در برابر ولایت، ذلت در برابر آقایی این ذوات مقدس، اینا هم خواستن. این بیت اون بیتیه که انما یرید الله لیذهب. حالا معلوم شد صرف سر این که خدا فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، انا ناسبه سر فعل مضارع در اومده، معنی مصدری گرفته. خدا اینجوری میخواد آقا این اصلا به بزرگی یاد بشه، اینو خدا خواسته تکوینن و تشریعن، تکلیف همه است. اگه کسی رضا قل الله اسالکم علیه اجرا الا المودت فقط، او من چیزی نمیخوام، من انگیزه اومدنم برای هدایت شما اینه، من خواستم، این غرض آفرینش شما هاست، این غرض این در خونه و اهل این خانه و این هاست. باید حواستون رو جمع کنید. امام صادق رضا فرمودن رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا، ذیل این آیه شریف فرمودن یعنی الولایه، من دخل فی الولایت دخل فی بیت الانبیا، هر کی ولایت ما رو پذیرفت داخل شده در خانه های انبیا. رضا فرمودن یا علی انت به منزلت الکعبه، لا بله لا تؤتا ولا تأتی، فرمودن شما به منزله خونه خدایی، شما که نباید بیایی، مردم باید بیان در خونت کن. رضا یکی از وظایف مؤمنینی که وارد شده به حج مشرف میشن اینه که باید بیان ملاقات با امام کنن. فرمود انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار، به مردم گفتن بیا کنار این سنگ اینجا اما طواف کن، ثم یأتونا فیخبرونا به ولایت، بعد بیان در خانه ما از این ولایتی که پیغمبر خدا بر اونها فرض کرده بیان اخبار بدن و خبر بدن که این هدایت شدن و این وظیفه کامله خودشون رو در ارتباط به ولایت انجام. این در، اینم خانه، باب خانه. حالا بریم تو خونه، اهل خانه. واقعا آدم کیف میکنه اگه بخواد اینو، هر کدوم اینها رو کتاب ها باید براش نخسند. اهل این خانه کیان؟ اهل این خانه کسیه که مثل شب چنین شبی پیغمبر حدیث کسا رو مؤمنین بخونن با سند صحیح وارد شد، حدیث کسا حوائج ما رو میده، گرفتاری های ما رو میده، اگه بفهمیم که چی میخواد بگه، اگه بفهمیم این
حدیث کسا با مقدمه در و خونه و اهل خونه چی میخواد بگه که پیغمبر حالا بچینه یه صورت جلسه بکنه یکی یکی بیاره زیر عبا؟ او بوی خوشش چیه؟ او بوی خوشش چیه که ملائکه رو جذب خودش کرده که ملائکه اون جبرئیل اجازه بگه اجازه میدی وارد بشم منم؟ با اذن بیاد بخواد زیر کسا بره زیر یه عبای پیغمبر عبای عرض میکنم که یمانی که میشه گفت پیغمبر خداست زهد داره در تمام زهد وقتی پوست گوسفندی زیر پاشون به عنوان دوشکشون بالششون عرض میکنم که برگ درخت خرما باشه چادرشون برگ درخت خرما باشه اون عبای به حسب ظاهر فقیرانه ولی حسب واقع ملائکه رو دیوونه خودش میکنه وارد بشن یه پوستی افکنده پیغمبر بنشینه تو خانه صدیقه طاهره چرا تو خونه صدیقه طاهره چرا تو خونه پیغمبر نبود مگه یه حجره بیشتر فاصله بود مگه دو تا سه در چهار بغل هم نبود بیاد که تو خونه پیغمبر نماز شباشو پشت خونه فاطمه زهرا میخون سلام الله حتی تو خونه خودش نه همون جایی که امیرالمومنین به فزه فرمود فزه راجب محسن ابن علی داره فرمود محسنمو برو فی قعر البیت دفن کن یعنی جایی که پیغمبر اونجا نماز شب میخون الله یا توی خونه تو خونه صدیقه طاهره صابخونه فاطمه زهرا در اون خونه خونه او اتاق او بعد توی خونه میاد تو اون جایگاهی بنشینه که زنای دیگه طمع نکنن کسای دیگه توقع اینو نداشته باشن یعنی دست رد به سینه همه زد پیغمبر خاتم تو خونه صدیقه طاهره میخواد چیکار کنه میخواد اجرای یه واقعی کنه ملموس که این واقعی ملموس واقعا اشاره به حقایقی داره حسب ظاهر اینه ولی حقایقی داره وارد بشن یکی یکی اهل بیت عصمت و طهارت و بیان زیر این عبا بعد پیغمبر خدا تو اینجا با اون لحن بلند بگه این ذوات مقدسه غرض آفرینش منن ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا شمسا مضیئه ولا قمرا منیرا ولا بحرا یجری ولا این بحرا یجری رو ما نفهمیدیم خیلی همین دریا رو داره میگه نه بابا کلون فی فلکن یسبحون این سباحت کل نظام آفرینش ولا بحرا یجری یعنی همه این منظومه های آسمون که داره میگرده الا لعجلکم و محبتکم شما علت غایی آفرینشید اینو میخواد برسونه پیغمبر خاتم از اول بناش بر اینه که حواستون رو جمع بکنید آی خلق خدا تا قیام قیامت بدونید اینا سبب شدن همه شما آفریده شدید محک اینجاست بعد حالا بیان بفهمون محوریتش رو بذار دست بذار رو صدیقه طاهره سلام هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها محوریت چرا این ام الفضائله ام العلومه ام الکمالاته ام الولایه است ام روح القدسه ام همه خوبی های تو عالم امکانه که بعضی جاها باید خود ذوات معصومین بهره ببرن نحن حجت الله علی الخلق فاطمه حجت علینا یعنی ما یحتاج یحتج به الائمه باید صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه چیه این مسئله من بعضی از نکات رو اینجوری نیستش که بله عرض میکنم وقتی جبرئیل میپرسه که خدایا اینا کیان یعنی جبرئیل نمیشناسه جبرئیل خوب میشناسه این که پیغمبر و مادهم فاطمه تو و ابوها رو میخواد چی بگه گای سوالا از باب تجاهله تجاهل عارفه میدونه خودشو میزنه به این که نمیدونم تا همه عالم بدونن مسئله بر دیگران روشن بشه آیات هم داره مثل اینکه موسی کریم خدا به موسی گفت ما تلک به یمینه که یا موسی خدا نمیدونه تو دست موسی کریم چیه میدونه برای چی میگه میخواد همه بدونن من که میدونم که میخواد این معجزه رو به روخشون بکشه اگه میپرسه که اینا خدا کیان اجازه بده برم
فقط برای اینه که خودشو میزنه به این که نمیدونم تا دیگران بدونن یا که هنی وسمه یا جاره بشه. خدا تو قرآن یه آیاتی رو میاره که قصدش بیان این آیات اینه که دیگران بدونن، برای پیغمبر و اهل بیت میگه، برای که مثل یغفرک الله ما تقدم من ذنبک، پیغمبر که گناه نمیکنه، که دشمناش هم معتقدن که از این ولادت تا هنگام شهادتشون معصوم بودن، خطا نمیکردن. که از این باب جبرئیل گفت من تحت الکسا، خطاب بهش کردن که جبرئیل اینن، اینا این کسانی هستن که خدای عزوجل به خاطر اونها که محور عالم عالم و آدم و آفریده. این بیان عظمت و بزرگی است که اینها غرض خلقت، غرض ملک و ملکوت قرار گرفتن. چه جایگاه بلندی! خدا میخواد با نزول آیه تطهیر که در حدیث کسا وارد شده دو جاش این رو بیان کنه تا قیام قیامت. صورت جلسه اینه، این خونه است، این دره خونه است، اینم اهل خونه است. آی عمره، آی ناپاکای ازل و ابد، نیایین در این خونه و در آتیش بیارید و اهل این خونه رو بخواید، در چوبی که از نخل خانه شو بخواید آتیش بزنید. اینو خدا پیغمبر میخواد اینو بیان بفهمه. چه مرتبه عظیمی است که رضا همیشه ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، نسبت اهل بیت رو به پیغمبر، با این اهل این پیغمبره، این پیغمبری که خدای عزوجل شهادت به پاکیزگیش داده و هر چی میگه از وحی میگه. اهل این خانه جایگاهشون اینه، در خونش اینه، پشت خونش اینه، پرده خونش چه مقامی داره. صدیقه طاهره یکی یکی افراد این خونه گل سرسبد عالم آفرینش هستن و به عنوان محوریت خانه صدیقه طاهره به خاطر عظمت و بزرگیش باید مطرح بشه. از اون جایی که نیومد ام سلمه بگه، حالا بعضی نقلا رو عامه دارن که ام سلمه گفت منم وارد بشم، پیغمبر فرمود نه برو تو نباید بیای زیر این کسا. این میخواد اینو برسونه. چرا به ام سلمه بگن بیاد؟ ام سلمه که میدونه کنیز این خانه است، مقام صدیقه طاهره رو خوب میشناسه، چرا اینجوری باید بگه؟ مقام عمومت به ظاهر داره. میخواد به او بگه که دیگران طمع نکنن، کسی دیگه لایق این نیست که بیا تحت این کسا و آیه عصمت برای او نازل بشه. خیلی زیبا این رو بیان کرده. اینا همه برای اون قصه ایه که میخواد چند ماه دیگه، مدتی دیگه اتفاق بیفته و خاتم انبیا میخواد اینها رو بیدار کنه. خلاصه این منزلت رفیعی که ابتداش با بوی خوش، حالا بوی خوش چیه؟ بوی بهش چیه؟ بوی بهش از فاضل خمیره امام حسین آفریده شده. امام حسین تو اینجا 2 سالشونه، 5 سالشونه، بیش از 6-7 سال نبودن اگه سال آخر بوده باشد. خب با توجه به این معنا خاتم انبیا با اون قصه آوردن برای مباهله اونجوری نشون بده، با این قصه وسط خونه وسط دار اینجوری با یه عبارو کشیدن، بعد دعا کنه اللهم انی سلم لمن سالمهم هر من لمن هارمهم، که جای دیگه هم بوده خیمه برقرار میکردن خاتم انبیا، توی خیمه میشستن و برای معرفی این اهل بیت انقدر غذایا هست اینجوری تحت خیمه رو بلند میکردن دستا رو. من دعا میکنم شما آمین بگید. چون ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر صلاح میتونید خلاصه ای از آن چه بیان شد رو ممنون میشم. خلاصه من خیلی خلاصه گفتم این بله. مباحث رو، یعنی خداییش اگه میخواستی مباحث رو مطرح کنی باید هر شب یه گوشش رو بیان میکردیم و اون گوشه رو قشنگ مفصل بهش میپرداختیم، مطالب آشکار بشه و جا بیفته آقا کجاییم. ما شیعه فخر میکنیم، ما شیعه میبالیم به خودمون و این قصه که آقا چرا این اتفاق باید تو زیحجه، این خیلی جالبه. ببین شب اول
نمازی که وارد شده، دو رکعت نمازی که وعدنا موسی ثلاثین، خود آیه‌ای که تو اونجا داره مسئله امامت و خلافت و مسئله ولایت رو همونجا شروع میکنه. نماز شکرانه اون چیزاییه که میخواد بشه. یکی یکی میاد عرفات و منا و مشعر و عرض میکنم طواف و اذان و عرض میکنم لبیکش و تو دونه دونه از مسجد شجره که محرم میشه حاجی احرامش لبیک بر ولایته وارد میشه، اعمالی که انجام ده. آقا اینا باطنگرایی نیست، به خدا باطنگرایی نیست. ما معتقده به همین حج ظاهریم، ولی میگیم هر ظاهری نشانگر یه باطنیه. ما معتقدیم همین اعمال ما رو راهنمای به ولایته. ما معتقدیم رمی جمره کردن، رمی جمره امام باقر درست سلام الله درست که وقتی شیطان رو رمی کرد پنج تا سنگ دیگه هم برداشت، سه تاشو این ور زد، دو تاشو اون ور زد. آقا یبن رسول الله چرا سه تا اون ور زدی دو تا این ور زدی؟ فر اینکه دومی اخبث بود، میخواد درس به ما بده. آقا جبت و طاغوت رو میخوای پیدا کنی؟ آقا میخوای دشمن امیرالمومنین رو، اون کسی که سد راه و در خانه صدیقه طاهره رو آتش زد میخوای پیدا کنی؟ بدون کجاست؟ این خونه و خونه ایه که با جلالت و عظمت خدا اراده کرده به اذن تکوینیش هم در کون و مکان به بزرگی یاد کنه، هم به اذن تشریعی به ما بگه تحت کل نشریم. بابا من دیدم گاهی در این خونه های در خونه امام رضا علیه السلام دیدم بعضی از اینایی که صاحب منصب و مقامن از کشورهای دیگه میان، وقتی وارد میشن اگه کلا دارن کلاشون رو عکس میکنن. مسیحیه، منحرفه، اما با اونجایی که میرسه اینه. من قضایی ها رو قبل از انقلاب اینا رو دیدم که میامدن این کلاها رو برمیگردن فقط به عنوان احترام در این خونه. ما تقریبا به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و امشب مطالب بسیار بسیار ارزشمندی رو حقیقتا بیان فرمودید و همونطور که به زیبایی گفتید خلاصه بود تمامی این قسمت از من. اگه بخوام شما بیان بکنید بینندگان هم یه چیزی بگیرن مختصر، من انشالله اشباهش میکنم. در خدمت شما هستم. در خواهش شما، فرصتی نداریم، یعنی برنامه یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه تا پایان برنامه مونده و آنچه حاجی کاشانی بیان فرمودن امشب بسیار زیبا، ارتباط بین در خانه و اهل خانه با ولایت بود که مطمئنا هر کدوم از این موازی بسیار مفصل هست و اون هم تمام در این ایام بعد قدیر هم سنفی و حقیقت هم زمانی بسیار معناداری با هم دارن. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم به ما لطف کردید و این مطالب ارزنده رو با ما در میون گذاشتید و به اشتراک گذاشتید از کلام اهل بیت. ان شاء الله فرداشات هم در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا اداره بعد التماس دعا و یا علی. خدا احسن. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من مولای من حسین.